گرد همایی رهبران هفت قدرت صنعتی جهان برای دومین سال متوالی تحت شعاع بحران سیاسی اوکراین و بحران مالی یونان است. نخستین دیدار این رهبران در قالب یک نشست کاری در قلعه مجلل در ایالت بایرن آلمان آغاز شد. امسال دومین سال است که رهبران گروه هفت شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا بدون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یکدیگر دیدار می‌کنند. دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی میگوید اتحادیه اروپا و رهبران گروه هفت هنوز از دولت مرکزی اوکراین پترو پروشنکو در جنگ با جدایی طلبان شرق آن کشور حمایت می‌کنند. روسیه از سال 2013 به خاطر دامن زدن به جو تجزیه طلبی در شرق اوکراین و ضمیمه کردن کریمه به خاک خود از این گروه که پیش از آن گروه هشت هم نامیده میشد کنار گذاشته شد. گروه ما نه فقط یک گروه دارای منافع مشترک سیاسی و اقتصادی است که یک جامعه معتقد به ارزش هاست. به همین دلیل امروز روسیه در میان ما نیست و تا زمانی که دست از رفتار تهاجمی علیه اوکراین بر ندارد در میان ما دعوت نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیش از برگزاری این جلسه در جشنی که به مناسبت ورود آنها برگزار شده بود گفت: در این دو روز در شلوسلماو می‌خواهیم در مورد آینده مشترک، اقتصاد جهانی، اقتصادی فرصتزا و کارآفرین که قادر به حفظ رفاه اتحادیه اروپا باشد صحبت کنیم و در مورد ترویج همکاری‌های تجاری نوین در سراسر منطقه اقیانوس اطلس، ایستادگی در مقابل اقدامات تهاجمی روسیه در اوکراین و مبارزه با تهدیدها از افراط‌گرایی گرفته تا تغییرات جوی کره زمین به گفتگو بنشینیم. گرچه هدف اصلی برگزاری گرد همایی های سالانه G7 بنا به سنت بررسی تحولات تجاری است، اما گرد همایی امسال در سایه طیف وسیعی از مسائل گوناگون چون بحران موجود در خاورمیانه، اقتصاد جهانی، تروریسم، تغییرات جوی کره زمین و مبارزه با بیماری های فراگیر قرار دارد. پروانه هدایت، صدای آمریکا. What about it?